با درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در برنامه دیگر از سلسله برنامه هایی با موضوع بازشناسی باورها در خدمت شما هستیم. روز پنجشنبه 19 مرداد ماه برابر با 10 ماه آگوست. خب طبق روال 6 برنامه گذشته قصدمان این بود به مناسبت ماه محرم به بازشناسی زندگانی حسین ابن علی بپردازیم و بعد هم ندیدیم پیرامون زندگی او مسائلی هم که تا حدودی قابل انطباق با زمان کنونی و عصر ماست رو به بحث و شرح و تبیین بپردازیم. امروز هم از این قاعده بیرون نخواهیم آمد و در جلسه هفتم و برنامه پیش رو سعی خواهیم کرد بسته به فراخور بستر بحث نکاتی رو مطرح بکنیم که بتواند برای امروز ما هم مؤثر واقع بشه، برای فهم پدیده های پیرامون ما، چه پدیده هایی که در بعد سیاسی هستند، چه پدیده هایی که در ابعاد مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی ما مناسبات زندگی ما رو سر و شکل و سازمان و سامان دادن. همه اینها برای ما بسیار مؤثر است که ریشه بسیاری از باورهای خودمون رو درک بکنیم و ببینیم کدوم بخشای اون میتواند برای امروز عقلایی، عقلانی، قابل دفاع و کارا باشه. وان بخشها رو به وام بگیریم، اگر قابل اصلاح هست اصلاح کنیم، به روز رسانی کنیم و اگر هم قابل اصلاح نیست باید به دور بیاندازیم و با کولهواری سبکتر از سنت‌های مشکل ساز از ارزش‌های جدید بهره ببریم، از خرد و عقلانیت امروز سود ببریم و جامعه‌ای بسیار پویا، نو و مناسب برای خود و آیندگان خودمون بسازیم. لذا امروز هم بحث حسین ابن علی رو ادامه خواهیم داد و در پیرامون مسائلی که بر او گذشته نکاتی رو عرض خواهیم کرد. خب ما به آنجا رسیدیم که حسین ابن علی در روز دوم ماه محرم وارد منطقه کوفه می شود. قبل از ورود او به این منطقه حسین ابن نمیر با 4000 سرباز گروه های مختلفی رو تشکیل میده تا از منطقه مدائن تا جنوب کوفه رو تحت پوشش قرار بدن که اگر حسین قصد ورود به کوفه رو داره جلوی او رو بگیرن. خب می دانیم در کوفه چه گذشت. عبیدالله توانست با یک سیاست بسیار دقیق و چند پهلو جو متشنج کوفه رو آرام بکنه، حکومت رو در اختیار بگیره، معارضین و مخالفین رو منکوب بکنه، کسانی که مسبب انشقاق بودند مثل مسلم ابن عقیل رو بکشه و افراد دیگر رو به زندان بیاندازه. خب در این حال حسین وارد منطقه‌ای می شود که به نام کربلا شناخته میشه. او از جریان کوفه آگاهه. گاهی هم افرادی که پیرامون او هستند سعی میکنن خونخواهی مسلم ابن عقیل رو برجسته بکنن که ما بعد از مرگ او بر نخواهیم گشت مگر اینکه انتقام او رو بگیریم. گروه دیگری هم به حسین این توجه رو میدهند که شخصیت تو با مسلم ابن عقیل متفاوته، اگر مردم مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن با شنیدن ورود تو به حوالی کوفه به سمت تو خواهند آمد و اوضاع و ورق دگرگون میشه. هرچند دیدیم این گونه نشد و افرادی که به حسین نامه نوشتن که در کنار تو خواهیم بود چنین نشد. سهل است که بسیاری از اونها در سپاه عمر سعد هستند و به منطقه کربلا میان. خب در این میانه روز سوم محرم عمر سعد وارد منطقه میشه. هدف عمر سعد این بود که با یک لشکری حدوداً 3 تا 4000 نفری به منطقه ری و دستبعی بره برای سرکوب قیام مردم ایران در مناطق ری که همیشه هم مناطق متشنجی بود. به دلیل فشار این حکومت‌های اسلامی مردم مناطق ایران دست قیام می زدن به بهانه‌های مختلفی مربوط به جزیه، خراج و فشارهایی که به خصوص جنگ‌های زمان علی ابن ابی طالب بر اونها بار آورده بود. ما دیدیم مناطق مختلفی از ایران قیام کردند که علی افرادی رو برای سرکوب اونها فرستاد در مناطق سیستان، در مناطق ری، استخر، در فارس، در خراسان و جاهای دیگه. همین تشنج و
تحریکات در زمان معاویه هم بود. بنابراین طبیعی است که با آمدن یزید هم این داستان ها رخ بده و از آن خلأ خلافت ایرانیان هم بخوان برای خودشون بهره برداری بکنن. بنابراین سپاه عمر سعد برای سرکوب اونها میره، اما عبیدالله از او میخواد که ابتدا قائله حسین ابن علی رو دفع کنه. لذا عمر سعد وارد منطقه کربلا میشه، از حسین میپرسه که برای چه آمده، هرچند او میداند که حسین برای چه آمده، اما برای اتمام حجت این رو میپرسه. مکاتبات و نامه نگاری های میان اونها رخ داد که ما در نوبت پیشین عرض کردیم. از جمله اونها این بود که حسین درخواست بازگشت میکنه که اگر این مردم من رو نمیخواهند اجازه بدهید که من برگردم به همان مکه یا مدینه یا به سرحدات بروم، و یا بنابر نقل برخی از مورخان حتی شیعی به دمشق و شام بروم و با یزید صحبت کنم یا با او بیعت کنم. بنابراین این مسئله در اون گفتگوهای میان عمر سعد و حسین رخ میده. در روز هشتم جریان بستن آب بر روی حسین پیش می آید، یعنی جایی که عبیدالله در نامه‌ای به عمر سعد اشاره می کنه که آب رو بر روی حسین و یاران او ببند، همان گونه که اینها آب رو بر عثمان ابن عفان بستند. در این که آیا آب رو بر عثمان بستند و علی به او کمک کرد، خب منابع تاریخی آوردن که چنین بوده، یعنی با اینکه افرادی در مدینه آب رو بر عثمان بستن، ظاهرا علی سعی کرده به اونها آب هم برسانه. اما مسئله بستن آب چند نکته بسیار مهم داره، جدای از اینکه مورخان اسلامی به خصوص مقتل نویسان شیعه سعی کردن جنبه حماسی و سوز و گداز این مسئله رو برجسته بکنند، اما مواردی در تاریخ آمده که نشان میده که بستن آب با اینکه دستور عبیدالله بوده و حتی عمر سعد از حجاج ابن زبیدی خواست که، یعنی عمرو ابن حجاج زبیدی خواست که با آب رو ببند، اما باز هم مسامحه شد و یاران حسین توانستند از اون آب بهره برداری بکنند. حتی نقل است که تا شب عاشورا هم اونها از این آبها استفاده کردند. آقای رسول جعفریان به همین مسئله اشاره میکنه و به نقل شیخ صدوق در مقتل الحسین نکته رو میآوره. ایشان اشاره میکنه یک خبر از صدوق حکایت از آن دارد که شب عاشورا علی اکبر همراه با شماری از اصحاب به شط فرات رفته و آب آوردند. و خب این منابع تاریخی دیگر هم این مسئله رو به نوعی حمایت میکنه و اینکه آب رو بر حسین بستن بیشتر توسط مقتل نویسان است که سعی کردن بر این سوز و گداز بیفزایند. حتی خب اشاره شد در روز عاشورا کسانی تصمیم گرفتند نوره بکشند، غسل بکنند و بعد وارد میدان بشن، که حسین ابن علی یکی از اونها بود، بریر ابن حضیر یکی از اونها بود، عبدالرحمن ابن عبدالربه یکی از اونها بود، و اینها کسانی بودند که با وجود آب وارد اون بحث غسل و مسائلی از این دست شدند. اما نکته اینجاست که قطعا بستن آب بر روی کودکان و زنان کار ناپسندی است، کاری دور از اخلاقه. اما شیعیان باید به این نکته توجه کنند که این رسم و سنت از چه زمانی ایجاد شد که شما در جنگ ها نسبت به نیروی متخاصم خودتون از هر حربه ای استفاده بکنید برای اینکه اونها رو شکست بدید، و تشنگی هم یکی از اونهاست. بیایید برگردیم به صدر اسلام، جایی که پیامبر اسلام در حال جنگ با نیروهای قریشه. ببینیم او چگونه رفتار کرده و این سنت بستن آب از کجا آمده. نخست این که ببینیم ابن هشام که از مورخان بزرگ جهان اسلام هست در مورد جنگ بدر چه میگه و اینکه چه رخ داد. ابن هشام اشاره میکنه زمانی که سپاه اسلام رسید به منطقه بدر که چاهایی بود، پیامبر اسلام جایی رو انتخاب کرد. حباب ابن منذر به او گفت یا رسول الله، آیا جایی که شما انتخاب کردید وحیه یا بنابر نظر شخصی شما در جنگه؟ پیامبر اشاره کرد نه، منطقه ایست که من
تشخیص دادم اینجا باشی، وگرنه وحی نیست. حباب ابن منذر به او میگوید که خب این اشتباه است، ما باید یک موضعی رو اختیار بکنیم که به نفع ما باشه. حالا ببینید چه میگه ایشون. عرض کرد ای رسول خدا، اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم، آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد فرو پوشانیم و بر آن حوضی بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم، سپس در حالی با دشمن به کارزار میپردازیم که برای ما نوشیدن آب فراهم و آنان ندارند. رسول خدا فرمود نیک نظر دادی و دستور دادن چاه را فرو پوشند. یعنی حباب ابن منذر گفت ما میخواییم اونا به جنگیم، میریم یه چایی رو انتخاب میکنیم برای خودمون، بقیه چاه ها رو پر میکنیم که اینها آب نداشته باشن، یعنی آب رو اونا ببندیم. و پیامبر اسلام هم تاییدش میکنه، یعنی میگه بله کار خوبیه. بنابراین سنت بستن آب رو اگر شیعیان عمل غیر اخلاقی میدانن که دقیقا هم هست، باید یادآوری کنن این سنت جنگی پیامبر اسلامه. ابن هشام در جلد دوم صفحه 229 به این مسئله اشاره میکنه. همین نقر واقدی بزرگترین مغازی نگار پیامبر اسلام هم آورده و ببینیم ایشان چه میگه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را میشناسم، در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد، کنار آن حوضی میسازیم و ظرف‌های لازم را در آن مینهیم، جنگ میکنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور میکنیم. جبرئیل بر پیامبر صلی الله نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد، و پیامبر فرمود ای حباب به رأی صحیح اشاره کردی، و حرکت فرمود و چنان کرد. پس دیدیم بستن آب از نظر اینها کار مورد تایید خداست، کار مورد تایید جبرئیل. اینها سنت های جنگی اسلامی هن. یعنی عبیدالله یا افراد دیگر با این نوع رفتارها بیگانه نبودن، دیدن که در گذشته رخ داد. حالا امروز اگر فرصت بشه به درآوردن لباس مردگان هم خواهیم پرداخت که وقتی لباس از تن حسین درآوردن، این هم سنت نبوی است. کسی که باد بکارد طوفان درو می کند، داستان همین هاست. آنچه که روزی از سنت اسلامی بر سر یهودیان رفت، ایرانیان رفت و گروه های دیگر رفت، در سال 61 در کربلا بر روی نوه پیامبر اسلام فرود آمد. البته که کار زشتی است، کار طبیعی است، اما یادمون باشه سنت این نوع رفتارها از عبیدالله و یزید و معاویه نیست، برمیگرده به پیامبر اسلام. همین واقعه در خیبر رخ داد، یعنی جدای از جنگ بدر که ما اسنادش رو خواندیم، در جنگ خیبر هم پیامبر اسلام دست به چنین کاری زد. ضمن اینکه در جنگ‌های دیگری ما سراغ داریم، بریدن درختان، نخلستان‌ها، باغ‌های انگور، اینا کارهایی بود که پیامبر اسلام انجام داد. یعنی با مردم طائف جنگ دارن، اما دستور میده که برید انگورهای اونها رو از بین ببرید. و شما میدانید امروزه بحث حقوق بشر دوستانه که جدا از حقوق بشر هست، اشاره به همین بحث حقوق اماکن و نیروهای غیر نظامی در جنگ داره. یعنی کنوانسیون های مختلفی که ما میبینیم در امور حقوقی اشاره میکنن که در زمان جنگ نیروهای متخاصم باید نسبت به اماکن و اشخاصی که نظامی نیستن با دیده احترام نگاه بکنن، حتی نسبت به اسرا. اما حقوق جنگی اسلامی به شما این اجازه رو میده که درختان رو قطع بکنید، خانه ها رو بسوزانید، هر کجا که مصلحت هست دست به این کارهای خرابکارانه و تخریبی بزنید.
به همین دلیلی که پیامبر اسلام اشاره میکنه الحرب خدعه، باز همه ابزارها سعی میکنه جهت ارعاب و مسائلی از این دست استفاده بکنه. خب برگردیم به سال هفتم، جایی که پیامبر اسلام تصمیم به فتح قلعه های خیبر میگیره در خارج از مدینه، به عنوان انبار غله حجاز شناخته میشد خیبر. خرما داشت، جو داشت، گندم داشت. و ما دیدیم بعد از خیبر پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش چندین بار شتر خرما و جو و مسائلی از این دست کنار گذاشته بود. حالا موضوع بحث ما نیست، اما اون منطقه یک منطقه حیاتی بود از نظر مایحتاج اولیه زندگی. خب پیامبر اسلام دستور حمله به خیبر بود. در خیبر قلعه های مختلفی بود، برخی از این قلعه ها بسیار هم مستحکم بودن. زمانی که پیامبر اسلام به برخی از این قلعه ها میرسه، میبینه که این قلعه ها یک سیستم دفاعی قدرتمند دارن، قابل فتح نیستن، و لذا ایشو تصمیم میگیره از نوع بستن آب برای اینکه مردم دچار مضیقه و مشکل بشن وارد بشه. ببینیم باقدی چه آورده در غزوه فتح خیبر. در صفحه 508 و 509 کتاب مقاضی واقعی، یک یهودی رو که از قلعه های دیگر گرفته بودن اسیر میکنن. اشاره میکنه این مرد یهودی به پیامبر اسلام. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. بنابراین در قلعه های خیبر شما میبینید زنان و کودکان و گروه های مختلف هستند، اما پیامبر اسلام برای پیروزی در جنگ و فتح اون قلعه سعی میکنه از این راه وارد بشه. پس بنابراین اگر در کربلا آبی بر روی حسین بسته شد، یک حربه جنگی بود که سنتش برمیگرده حداقل در اسلام به پیامبر اسلام، و بعدم خب مسلمانان کوفه هم از همین ترفندها برای کشتن نوه او یا تحت فشار قرار دادن او استفاده کردن. هرچند اشاره کردیم عمرو بن حجاج زبیدی و دیگران سهلنگاری هم میکردن، گهگاهی عباس میآمد و آب بر میداشت، علی اکبر می آمد و آب بر می داشت و گروه های دیگه. به هر حال خواستیم مشخص کنیم این بستن آب یک حربه جنگی است از پیامبر اسلام، و لذا این جنبه حماسی دادن به آن و این رو قبیح دانستن که هست نشانه دناعت و پستی شخص عبیدالله و عمر سعد نیست، بلکه این یک روش جنگی بوده که اونها هم از رسول الله یاد گرفتن و سعی کردن این بار بر روی نوه او پیاده کنن. در این میانه خب حسین بارها گفتگو میکنه با افراد مختلف. دقیقا در روز عاشورا، یعنی زمانی که آخرین لحظات وقوع جنگه، حسین ابن علی از یک ترفندی استفاده میکنه که نام این ترفند رو من استفاده از مشروعیت انگلی نهادم، و تبیین اون رو هم انجام خواهم داد که چرا به این مسئله مشروعیت انگلی میکنید. در این نوع رفتار شما سعی میکنید برای اینکه دیگران رو به یک مسئله مجاب کنید، به پایگاه و جایگاه وابستگی خودتون اشاره بکنید. حالا اجازه بدید من بخوانیم ببینیم شیخ مفید چه آورده، بعد نگاه آقای صالحی نجف آبادی رو عرض خواهم کرد، و بعد به تقریر و تبیین بحث مشروعیت انگلی خواهیم پرداخت که برای امروز ما هم میتونه بسیار مهم باشه، یعنی عصر کنونی ما.
شیخ مفید آورده که وقتی حسین مقابل لشکر عمر سعد قرار میگیره، این جایی که اشاره میکنه حالا اگر نیست اجازه بدید برگردم و اینها فایده بخش نیست، حالا میخواد سعی بکنه این مسئله رو از طریق دیگری وارد بشه. آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وسیع و پسر عموی پیغمبر شما نیستم؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار که با دو بال در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ مگر سخن رسول خدا را درباره من و برادرم نشنیده اید که فرمود حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتن؟ شیخ مفید این رو در صفحه 503 آورده. آیره سالی نجف آبادی هم به این مسئله اشاره میکنه که نکته جالبی است. ایشان هم به این مسئله این گونه میپردازه. امام حسین علیه السلام عمامه رسول خدا را بر سر گذاشت. حالا برخی ها میگن امامه و ظاهرا هم امامه درسته نه عمامه، اما عمامه مصطلح‌تر شده، بیشتر مردم اون رو تکرار میکنه. و ردای وی را پوشید، یعنی بالا پوشه حالا منتسب به رسول خدا پوشید و شمشیر مخصوص پیغمبر را به کمر بست و با این هیئت جذاب بر شتر خیش سوار شد. سپس فرمود ای مردم نسب مرا بررسی کنید و ببینید من کیستم و از چه خاندانی هستم. آنگاه با خود فکر کنید و خیشتن را ملامت نمایید که آیا برای شما شایسته است مرا بکشید و حرمتم را از بین ببرید؟ آیا من فرزند پیغمبر شما نیستم؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ آیا این حدیث پیغمبر خدا که درباره من و برادرم فرموده است حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتند به گوش شما نرسیده است؟ در صفحه 279 و 280 کتاب شهید جاوید. خب هدف چیست؟ حسین ابن علی سعی میکنه این بار از یک مشروعیت و مقبولیتی بهره ببره که به شایستگی خود او ربطی نداره، یعنی سعی کنه ترحم دیگران رو جلب کنه به این که شما ببینید جدم کیست، پدرم کیست، مادرم چه کسیست و بنابراین من با آن وجنات نسبی برای شما باید داره احترام باشم. عمامه پیامبر رو گذاشتم، ردای او رو پوشیدم، شمشیر او رو به کمر بستم و بر شتر او هم حالا سوار هست. مثلا این مشروعیت انگلی تعبیری است که من از آقای ژان بشلر در باب ایدئولوژی چیست جعل کردم، ساختم، وام گرفتم. آقای بشلر در بحث ایدئولوژی ها به یک نکته اشاره میکنه. ایشون میگه ایدئولوژی خب یک ساختار فکری است که در درون خودش یه ویژگی هایی داره و یک ایدئولوگ سعی میکنه این ویژگی ها رو در اون ایدئولوژی جاسازی بکنه. حالا این ویژگی ها رو از کجا میگیره؟ او سعی میکنه این ویژگی ها رو از آنچه که میراث فکری یا سنتی یک جامعه پیش از خودش هست به وام بگیره، یعنی برگرده عناصری رو از تاریخ، از مذهب، از هنر، از ادبیات که مناسب دیدگاه او هست دستچین کنه و اونها رو در ایدئولوژی خودش سازمان بده. به عنوان مثال عرض میکنم وقتی علی شریعتی میخواد در مورد اسلام منهای روحانیت صحبت کنه، جامعه بی طبقه توحیدی و گروه های مختلف که این دیدگاه ها رو داشتن بسازن، سعی میکنن نشان بدن که اسلام با سوسیالیسم منطبقه. خب میان یک سری آیاتی، روایاتی که موضوعیتی هم نداره اما نزدیک جای تأویل و توجیه داره
که بشه از او یک تفسیری یا توجیهی رو داد که با سوسیالیسم منطبقه. خب اونو برمیگزینه، میره به سراغ روایات. مثلا روایتی که پیامبر اسلام میگه فقط به فقرا کمک بکنید، به دست مستمندان رو بگیرید، فخر نفروشید، ثروت جمع نکنید، الفقر و فخری، انبا و اقسام، اینها رو میسازن که بگن ببینید جامعه نباید دارای طبقه ثروتمند یا غنی و فقیر باشه. از آن طرف زندگی علی رو میارن که بله، علی ابن ابی طالب شبانه یک کیسه گونی چیزی بر پشت خودش حمل میکرد و میرفت دم خانه فقرا به اونها اعانه میداد، قضا میداد، مایحتاجشون رفع میکرد. خب این نشان میده که دولت باید به فقرا کمک بکنه، اونها رو تحت پوشش بگیره و کارهای دیگر. یعنی مقصودم این است که یک ایدئولوگ سعی میکنه از درون اون ویژگی های فرهنگی جامعه که مذهب هم جزی از اون هست، مواردی رو بر بکشه و به عنوان محتوا، ارزش ها، برنامه ها، ابزار ها در اون ایدئولوژی قرار بده. حتی شخصیت سازی هم میکنه. شما دیدید در بحث های مختلف علی شریعتی، بحث ابوذر غفاری، فاطمه، حسین و اینا خیلی برجسته است، سلمان پاک، نمیدونم خیلی از این چیزها، که برگردیم از زندگی اونها چیزهایی رو استخراج بکنیم که بتونه اون تطبیق ما بین اسلام و سوسیالیسم به ما نشان بده. همین موضوع توسط ایدئولوگ های ناسیونالیست هم وجود داره. یعنی اونها هم سعی میکنن از درون ویژگی های فرهنگی گذشته خودشون نکاتی رو بر بکشن، زبان رو برجسته بکنن، پادشاهان بزرگ رو، ایران پر عظمت رو و هر چیزی که نیاز به اون دارن برای بست ایدئولوژیشون، اونها رو بر بکشن. و ما در میان همه مردم این رو داریم. یعنی شما نازیست در آلمان هم المانهایی رو از جای دیگه وام گرفت، اون قدرت دوران بیسمارک، اون نگاه نظامی یا میلیتاریستی پروس، اندیشه های فلسفی هگل، نیچه و اینها رو وام میگیره در کنار زبان آلمانی و چیزهایی که خب از گذشته وجود داشت. یعنی هگل کسی بود که سعی کرد بحث زبان آلمانی رو وارد در واقع به فلسفه زبان آلمانی بده، یعنی آلمانی رو هم زبان فلسفی بکنه. و خب اینها سعی میشه که بعداً از اون بهره برداری بشه. ما ایرانیان هم خیلی از اینها بهره برداری کردیم. یعنی روشنفکران پیشا مشروطه که سعی میکردن مفهوم ملت رو در برابر رعیت یا اون نگاه امتی بر بکشن، از همین مفاهیم استفاده میکردن برای اینکه خودشون رو از اون بدنه اسلام جدا بکنن. مثلا به نقش زبان فارسی یا پارسی اهمیت میدادن، حتی به دنبال نوشتن رساله هایی در باب الفبا بودن. آخوندزاده چهره شاخصی است در این راه، میرزا ملکم خان چهره شاخصی است، اینا کتابچه هایی داشتن که سعی بکنن زبان رو به نوعی حتی الفبا رو هم تغییر بدن از زبان عربی به سمت زبان های دیگر. یا در ترکیه آتاتورک همین کارا رو کردن، یعنی حروف عربی رو حذف کردن، به جاش حروفی رو آوردن که بتوانن تا حدودی یک هویت جدید بدن. اینها در دوران گذشته وجود داشته، یعنی در قرن 19 و 20 که عصر ایدئولوژی هاست، شما میبینید ایدئولوگ های هر جامعه سعی میکنه از اینها بهره برداری بکنه. در جامعه ما هم شریعتی ها این کارا رو میکردن، اونایی که رفته بودن در کشورهای دیگر مسائلی از ایدئولوژی ها یاد گرفته بودند، طریقه کارکرد اون رو میشناختن، لذا زمانی که آمدن بومی سازی کردن، یعنی سعی کردن مفاهیم اسلامی رو هم وارد کنن در اینها. حالا آخوندان بودن، یعنی مثلا مطهری ها و دیگران، ولی اونها چیز از ایدئولوژی نمیفهمیدن، اونها فقط میخواستن اسلام رو شیرین بکنن، امروزیش بکنن. بنابراین اونها هم بعدشون نمیومد شریعتی حسین ابن علی رو با معیارهای مطلوب جامعه اون روز نشان بده. اونا هم سعی میکردن حسین و علی و فاطمه رو هم منطبق با شرایط روز بکنن. فاطمه الگوی زن مسلمان شیعی بشه، حسین همین گونه، ابوذر همین گونه، علی هم که خب جایگاه برجسته ای داشته. این ویژگی، یعنی ویژگی انگلی ایدئولوژی ها، یعنی اینکه ایدئولوژی به تنی دیگر میچسبه، مؤلفه هایی رو که خودش دوست داره و در خودش نداره از اون وام میگیره و بعد ارائه میکنه. این مشروعیت انگلی در ابعاد مختلفی وجود داره.
آنچه که حسین در اینجا داره اشاره میکنه در مورد امر سیاسی است، یعنی جایی که حتی پیشتر اشاره کردیم به صراحت میگه آقا ما اهل بیتیم، ما خاندان نبوتیم و به خلافت از اینها شایسته تریم. یعنی دلیل تفوق و برتری رو جایگاه خاندانی خودش میدونه که بابا بزرگ من پیامبر اسلام بوده، پدر من علی ابن ابی طالب بوده، مادر من فاطمه زهراست، بنابراین حکومت حق منه و دیگران که باباشون علی نیست، پدرشون وصی پیامبر نیست، جدشون محمدیست، اونا صلاحیت ندارن. حسین به لیاقت و توانایی خودش اشاره نمیکنه که آقا من جنگاورم، من سیاستمدارم، من دارای علمم. میگه نخیر، ببینید جایگاه من کجاست، به خاطر اونهاست که من دارای مشروعیتم، حق منه. بنابراین وقتی در بحث مشروعیت حکومت صحبت میکنیم که بخشی از اون تعبیر وبری مشروعیت یا مقبولیت های سنتی است، این مشروعیت سنتی در دو زمینه دینی و سیاسی قابل رویته. حسین ابن علی اینجا از مشروعیت دینیش داره استفاده میکنه، چون نیروهای مقابل او دیندارانن، یعنی کسانی هستن که توجه اونها به مسئله دین بیشتره، امتن. اما امروز هم ما مشروعیت انگلی در بعد سیاسی داریم، یعنی کسانی که در درون یک جامعه معتقد هستن حکومت حق منه و دلیلش این است که از جای دیگری من مورد حمایت هستم. چهرهای شاخص اونها در نظامهای سلطنتی است، در نظامهای پادشاهی است. کسی که معتقده خلافت یا حکومت یا امامت یا هر چیزی حق منه به دلیل اینکه پدرم این گونه بوده، جدم این گونه بوده، ده نسلمون این گونه بودیم، بنابراین شما به لیاقت من کاری نداشته باش، به شایستگی من اصلا نباید توجه کنیم. بحث اینه که ما از یه خاندان خاصی هست. ولایت فقیه هم یک چنین مسئله ای داره. او هم مشروعیت انگلی خودش رو از روایت میگیره. یعنی وقتی بروید و از فقها سوال بکنید که چرا ولایت یا حکومت یا امامت یا حق حکمرانی مال فقهاست، میگه آقا طبق روایت مقبوله عمر بن حنظله و انواع و اقسام این روایت ها اشاره شده که در دوران غیبت، زمانی که مردم در یک مسئله مشکل داشتن، باید به فقهای ما، به صاحبان دانش ما رجوع بکنن. بنابراین طبق اون روایت ما داریم مشروعیتیم. دیگه نمیان بحث بکنن که چرا فقها نسبت به حقوقدانان ارجعیت دارن، چرا فقها نسبت به پزشکان ارجعیت دارن، به متخصصین علوم اقتصادی و جامعه شناسی ارجعیت دارن. اینا دیگه بررسی نمیکنن، چون مشروعیتشون بر اون روایته، همون روایتی که شنیدید آل رسول الله داره، دیگه سوال نکنید، تمام. خب این مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه در عصر کنونی. لازم به ذکره بسیاری از کشورهایی که امروز هم هستند میراث گذشته خود رو با خود آوردن. یعنی شما فکر نکنید در جوامع غربی تمام کارها روی عقلانیته، خیر، خیلی از کارشون عقلانیت نداره، خرافات در اون وجود داره. شما امروز در جوامع غربی هم با اقسام این خرافات ها رو میبینید. کار اندیشمندان در اون جامعه هم همینه، یعنی نگاه بکنن ما رؤسای جمهور داریم خرافی هن، رؤسای جمهور داریم عقاید عجیب و غریبی دارن. سنت هایی در جوامع غربی وجود داره که خرافی است. در مورد مسئله مشروعیت انگلی هم داستان همینه، یعنی ما نظام های سیاسی داریم که اینها از دوران گذشته به اینجا رسیدن. به عنوان مثال عرض میکنم، شما وقتی در انگلستان به مجلس اعیان نگاه بکنی که عده لرد یا اعیان یا اشراف مینشینن، خب سوال اینه، خب اینا چیکارن اونجا نشستن؟ سابقش برمیگرده به قرون قبل، جایی که زمینداران در انگلستان در برابر شاه قرار گرفتن، برای خودشون حقی قائل بودن. حالا از قرن 13 هم که
اون منشور معروف مگناکارتا به وجود آمد، 25 تا بارون قرار شد نظارت بکنن اعمال پادشاه رو، تضمین بکنن اون حقوق خودشون رو. لذا حق خودشون رو در اونجا به رسمیت شناخت. بعدها به مرور دیدن نه، این پادشاه باز هم تخلف میکنه، حقوق اونها رو زیر نظر ده، دور میشه از اون. خب چه بکنن؟ آرام آرام حقی برای خودشان قائل شدن و اینکه ما در یک مجلسی باید بنشینیم، شور بکنیم و این مجلس حق ما بزرگانه، چون مردم عادی که زمینی ندارن، پولی ندارن، دانشی ندارن، ثروتی ندارن، بنابراین منافعی هم همانند ما ندارن. من با تصمیم پادشاه ممکنه زمینم برباد بره به خاطر یه جنگ، اموالم مصادره بشه، بنابراین من به عنوان یک ثروتمند در جایگاهی بالاتر از مردم عادی هستم و برای اینکه شاه یا اون کشیش به حقوق من دست اندازی نکنه باید منافع خودم رو حفظ بکنم. یعنی در واقع یک سندیکا یا یک سنفی بود، منتها جنبه های حقوقی داشت. به مرور زمان که جامعه انگلستان وارد دوران مدرن شد، مسائل دموکراتیک ارزش پیدا کرد، مردم به حقوق خودشون پای خوردن، آمدن و مجلس عوام رو ساختن. یعنی که جامعه فقط حقوق پادشاه و اعیان نیست، ما مردم هم حقی داریم. آقای تاماس پین در کتاب خودش اشاره میکنه، میگه سرمایه فقط اون نیست که طرف زمین داره، کار هم سرمایه است. یه کارگر هم داره سرمایه است. بنابراین طبیعیه که من به عنوان یک کارگر حقی داشته باشم در تصمیم گیری. مجلس عوام رو ساختن. به مرور زمان وقتی مسئله دموکراسی ارزشمند شد، قابل دفاع شد، مدلل شد و کارایی خودش رو پس داد، ما میبینیم که در نظام سیاسی انگلستان مجلس عوام امروز دیگه در صدره. دیگه تقریبا مجلس اعیان به حاشیه رفته. خیلی هم گفتن که دیگه ضرورتی نداره شما یک نهادی داشته باشید که این نهاد مثلا اونجا نشسته کار خاصی هم نمی کنه و موضوعیت هم نداره. بنابراین بسیاری از این جوامع هنوز اون سنت های اشتباه رو با خودشون حمل می کنن. ما زمانی می توانیم بفهمیم کدام سنت غلط است و کدام سنت درست که دلیل اقامه کنیم. مغالطات توسل به سنت، توسل به قانون، توسل به احساسات، توسل به اکثریت، اینا همه مغالطه است، دلیل نیست. به آخوندها میگفتید که خب چرا باید قوانین دینی اجرا بشه؟ میگه خب اکثریت جامعه ما مسلمانن. یعنی مغالطه توسل به اکثریت. خب بسیاری از مردم جامعه مسلمانن. شما برای من مدلل کن. چرا باید ما دست و پای سارق رو ببریم؟ برای من مدلل کن. چرا باید زن و مردی که حالا دست به زنا زدن رو شلاق بزنیم یا بعد سنگسار بکنیم؟ با فلسفه حقوقی کجا منطبقه اینها؟ را باید به ما نشان بدی. اینکه اکثر مردم مسلمانن توجیه نمی کنه. من یادم از آقای دکتر عبدالکریم سروش در یکی از این برنامه ها گفت بله شورای نگهبان باید باشد زمانی که جامعه مسلمانان اکثریت دارن. دلیل نداره. مغالطه توسل به اکثریت که ما قانونی میخوایم تصویب کنیم، خرد و عقلانیت رو قربانی بکنیم که یک شورای به نام شورای نگهبان بشینه بگه آقا این قانونی که شما نوشتید منطبق با قرآن و سنت هست یا نیست، در حالی که قانون یک برنامه برای درستیش، برای کارایش باید دلیل اقامه بشه، ربطی به شرعیات نداره که او رو تطبیق بده. حالا ایشون تازه آدم فیلسوفیه، متکلمیه، ولی خطای معرفتیشون تا اینجاست. از آن طرف مغالطه توسل به سنت دادیم. آقا ما 3000 سال اینطوری بودیم. خب بودیم، غلط بوده، اشتباه بوده، برای امروز کارایی نداره. الان امروز چرا ما دنبال حقوق بشریم؟ مگه ما در سنتمون حقوق بشر داشتیم؟ مگه ما در سنتمون دموکراسی داشتیم؟ هیچ کدام از جوامع نداشتن. اینا مفاهیم دوران مدرنه. اگر در گذشته دموکراسی در یونان بود، اون دموکراسی نبود، چون زنان، بردگان و غیر شهروندان جز شهروند محسوب نمی‌شدند. افراد بیگانه‌ای که می‌آمدند، تجار، گروه‌هایی که موقتاً بودند.
یا جمهوری در روم، خب اینا اصطلاحات قدیمی است، بسیاری از اصطلاحات فلسفه سیاسی ما برگرفته از همان زبانهای لاتینی است در یونان یا روم بودن، وگرنه ما که خودمون این چیزها رو نداشتیم. هم دموکراسی هم جمهوری، اینا همه مربوط به یونان و رومه. اما همین دموکراسی در یونان مصادیقش بسیار محدود بود، تعریفش بسیار مزیق بود، فقط یه دی خاص بودن. امروز جامعه به جایی رسیده که همه رو به عنوان شهروند مشارکت میده. در دموکراسی یونان زنان حقی نداشتن، امروز زنان پیشگامان تحرکات اجتماعی هن. انقلابی که ما امروز در ایران داریم، کلمه اولی که به کار میره زنه، زن زندگی آزادی، چون این زنان در طول یک سنت دینی استبدادی حقوقشون پایمال شده، ارزش ها و کرامتشون نادیده گرفته شده، به دنبال این هستن که به اون دست پیدا بکنن. خب بیایم چی بگیم؟ بگیم خب در سنت ما زن قرین خانه بوده، زنان جنس دومن، مولا فرموده هن ناقصات العقول، پیامبر ما فرموده است که شما باید در خانه بنشینی، عمود خیمه اجتماع با حضور زنان نیست، جامعه‌ای که زنان در آن قدرت بگیرن زیر زمین بهتر است برای مردان تا بالای زمین. خب این روایت ها رو بخونی، سنت داشتیم، غلطه، قابل دفاع نیست. مغالطه توسل به احساسات. این سابقه ما چه می شود، این فرهنگ ما چه می شود، فلان ما چه می شود، اینا دلیل نیستن. کار اصلی ما بحث‌های منطقی است. وقتی من در ابتدای برنامه بازشناسی باورها عرض کردم، هدف ما عقلانیت. عقلانیت یعنی این که شما برای هر چیزی، هر باوری باید دلیل اقامه کنی، تبیینی به من بدید که این تبیین من رو قانع بکنه. وگرنه اکثریت یه فکری میکنن، خب اکثریت اشتباه میکنن. زمانی همه اکثریت جهان فکر میکردن کره زمین ثابته، خورشید دور زمین میگرده. آلمانی آمدن گفتن خیر آقا، این عقیده اکثریت اشتباه است. بسیاری از این باورهای خرافی رو ما داشتیم. اگر بخوایم به رأی اکثریت تن بدیم، قدم از قدم نمیشه گفت جلو گذاشت، علمی پیشرفت نمیکنه. همیشه تک چهره هایی بودن که در برابر اون رأی اکثریت ایستادن، با احساسات مقابله کردن. شما الان یک نفر نقد دین میکنه، بلافاصله عده‌ای میان آقا این دین ما، مذهب ما، اینهای ما رو شما دارید زیر سوال میبرید. تا میراث عصر روشنگری نقد دین بوده، نقد خرافات بوده، نقد سنت های پوسیده بوده. اگر انسان بخواد به رأی اکثریت تن بده، قدم از قدم نمیتونه برداره. بنابراین نیندیشیم که چون در جوامع غربی هم یک سیستمی وجود دارد که از گذشته رسیده پس مطلوبه، نه خیر. برای همینی که خیلی از این سیستم ها دیگه دارن از بین میرن، چون اقبالشون کمه. اما مشکل مشروعیت انگلی در بعد سیاسی چیست؟ آن چیزی که ما امروز به عنوان دموکراسی میخوایم اون رو مدلل بکنیم. شما باید اقامه دلیل بکنی، وگرنه جان من حرف نزن، تو رو به خدا چیزی نگو، آنجا فلان میشود، اینا محلی از اعراب نداره. ما ایرانیان متاسفانه آنقدر با این ریش سپیدی ها در جا زدیم که هیچ وقت نخواستیم از عقل و خرد کار بگیریم. جنبه تخریب کسی نیست. بنایی که قدرتمنده، یعنی در آزمون دلیل و استدلال قدرت خودشو نشون بده، ایوایی از تخریب نداره. جان استوارت میل در کتاب در باب آزادی همینو میگه، میگه فقط عقایدی که قدرت استدلالی ضعیفی دارند فضا رو میبندن. چرا؟ چون میترسن یکی نقدی بکنه اونا جواب نداشته باشن، کسی حرفی بزنه اونها جوابی ندارن. خب چه میکنن؟ میگن دهانشو ببندیم، بکشیمشون، نابودشون بکنیم یا رسواشون بکنیم. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. این حرفیست که در ادبیات فرهنگی ما خیلی جا داره و ریشه فساد همین هاست که همرنگ جماعت شدن. نه، گاهی
روشن فکر، تئوریسین، نظریه پرداز باید فراتر از اون چیزی که از فکر بکنه. اونها باید جلو قرار بگیرن و مردم پشت سرشون. ما روشن فکرانی داریم پشت سر مردم هم. چون براشون پوپولیسم مهمه که مردم چی بگیم که مردم خوششون بیاد. همین دلیلی که ما شجاعان کمی داشتیم. شجاع در میدان نبرد و شمشیر نیست، امروز بحث دلیله، دوران عقلانیته. شجاعان امروز کسانی هستند که برای دیدگاه‌های خودشون دلیل اقامه میکنن، دفاع میکنن، بهترین تبیین رو ارائه میکنن. با گریه و زاری کار پیش نمیره. اولین مشکل مشروعیت انگلی نقض حقوق بشر، یعنی اینکه چرا فلان آخوند، فلان آقا باید در جایگاهی بشینه که من چون این حقی رو ندارم. آقای الف خانوم به همچین حقی نداره. کی به شما همچین اجازه رو داده؟ حقوق بشر میگوید همه انسان ها برابرن. شما برای فضل یکی بر دیگری باید توانایی و لیاقت داشته باشی، وگرنه اینکه از قبل شما رو در یک جایگاهی بالاتر از دیگران بنشانن، این برخلاف حقوق بشر. فلسفه امامت در شیعه نقض حقوق بشره، یعنی خداوند برگزیده 12 نفر حاکم سرنوشت امت باشه. در نظام های موروثی پادشاهی هم همینه، یک کودکی به دنیا میاد، از بعد به تولدش از کل جامعه حقوقش بالاتر. خب اولین مسئله نقض حقوق بشره. دومین مشکلش نقض دموکراسیه، یعنی جایی که ما باید حاکمان زندگی و حکومت خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، از قبل برای ما انتخاب نشه، بتونیم برش داریم، بتونیم عزلش بکنیم، خودمون بتونیم به بالاترین مقام ها برسیم. دموکراسی یعنی همین، بر اساس لیاقت و توانایی یک راننده زاده ای مثل سلیمانی امیری باید بتونه برسه در مقام نخست وزیری، بالاترین درجه حکومت، نه اینکه چون فلانی اینطوری بوده است پس او رو بذاریم اونجا. حالا شما فرض کنید پدر بنده راننده کامیون بوده، بیام به شما بگم آقا خب بابای من که راننده بوده، یه گواهینامه به من بدید من برم، شما قبول میکنید؟ بگید نه خیر، باید در آزمون آیین‌نامه شرکت کنی، در آزمون شهر شرکت کنی، سوابقی داشته باشی، بعد ما این فرمان اتومبیل رو بدیم دست شما. برای یک فرمان اتومبیل از من میخواید صلاحیت علمی و عملی داشته باشم، اما برای حکمرانی چی؟ فرمان کشور و حکومت رو دست کی بخوایی بدیم؟ اینو فکر کردیم؟ مورد دیگر که برخلاف عقلانیته، یعنی امروز بحث دولتسازی بحث تخصصه، یعنی وقتی شما صحبت از دولت میکنید کارایی اون دولت، نهادها، سیستمها باید تخصصی باشه. اقتصاددانان، جامعه شناسان، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، حقوقدانان، هنرمندان، هر گروه در بخش‌هایی باید به کار گرفته بشن. شما نمیتونید یه آخوند رو بیارید همه مملکت رو بدید دستش. خب این تخصصش چیست؟ فقط فقه؟ وقتی عبدالکریم سروش اشاره میکنه که خمینی با سوادترین رهبر تمام تاریخ ایران بوده، نشانه جهل این شخصه. سواد در امر حکومت که به فقه نیست. سواد در حکومت یعنی این که من بدانم نسبت به بسیاری از امور خودم آگاهی ندارم، از متخصصین بهره برداری کنم. رئیس جمهور هم همین کارو میکنه، یعنی نشسته اونجا از متخصصین بهره برداری میکنه. هر نهادی باید همین کارو بکنه. بنابراین تخصص محوری یا اون دولت سازی مسئله بسیار مهمی است. دیگر مسئله مشروعیت انگلی برخلاف شایسته سالاری است، یعنی ما چگونه افراد انتخاب میکنیم، شایستگیشون چیه، در کجا راستی آزمایی شده، صلاحیت علمی من چیه، صلاحیت حزبی من، گروهی من، کارهای اجرایی من چیه. وقتی افراد از دل احزاب بیرون میان به این دلیله که صلاحیت علمیشون در درون احزاب شناخته میشه، کارهای اجراییشون از نظر دوستانش رصد میشه، بعد او رو معرفی میکنن به عنوان کاندیدای حزب الف، کاندیدای حزب ب، بعد مردم رأی میدن. حالا فرض کنید من سلیمانی رو از بعد به تولد حاکم کردن، خب دیگه صلاحیت شایستگی معنی نداره. کی صلاحیت شایستگی من راستی آزمایی کرده؟ شما الان حسین ابن علی
خب کی صلاحیت تو برای حکومت شد؟ چون فقط فرزند رسول اللهی؟ آیا روستایی رو تا حالا اداره کردی؟ حتی پدرت هم به تو ولایت نداد، ما اشاره کردیم. خب صلاحیت و شایستگی تو رو از کجا بفهمیم؟ از کجا بدونیم؟ پس مسئله شایسته سالاری بسیار مهم. دیگر نکته که اهمیت داره بحث حق انتخاب برای آیندگانه. در مشروعیت های انگلی شما حق انتخاب آیندگان رو سلب میکنی. مثلا سلیمانی امیری میاد 80 سال پادشاه مملکته، 80 سال ولی فقیه. همون آقای خمینی اشاره میکرد، میگه آقا فرض کنیم پدران ما رضا شاه رو برگزیدن، چرا فرزندان ما این باید اون رو تحویل بدن؟ حالا سوال از اینا اینه، شما سال 57 شما رو برگزیدن، الان نسل جدید شما رو نمیخوان، مکانیزمش چیه که شما رو برکنار کنن؟ آیا مکانیزم قانونی دارید؟ نه، چون این نهاد ولایت فقیه مبتنی بر دموکراسی نیست، برای همین جایگاهش الهیه، بنابراین مردم حق ندارن. حالا این آقای ولی فقیه که 100 سال هم عمر بکنه مردم با تحمل بکنن، کسی که پدرانش اون رو برای او انتخاب کرد. بنابراین مسئله مشروعیت انگلی جدای از اون تعصبات و کدورت ها و حب و بغض ها باید بهش نگاه کنیم. اینها مطرح میشه که بدانیم درس های امروز برای ساختن یک جامعه مدرن نیازمند تعقل، تفکر و تدبر. بحث مربوط به حسین ابن علی رو در آینده هم ادامه خواهیم داد با مسائل دیگری که چه بسا میتونه برای ما مهم و مؤثر باشه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز و دیگر بزرگواران. تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود، موفق و سلامت باشید. Thank you.